با تشکر از دستاندرکاران این برنامه، برنامه است که بی نهایت جمع‌آوری این عده دوستان فرهیخته بسیار کار مشکلی است. قبل از اینکه من براتون ساز بزنم، به افتخار این دستاندرکاران، مخصوصا آقای شهپرنیا و خانم گلی عطایی، یه دست خیلی قوی بزنید. من ابتدا قبل از اینکه خانم بنفشه و دیگر دوستان بیان، طبق خواسته دوستان یک قطعات خیلی کوچیکی با نای براتون میزنم و برنامه رو بعد میرم میشنم پشت سنتور، برنامه موسیقی اصیل ایرانی رو براتون اجرا خواهیم کرد. تشکر میکنم از توجه بسیار بسیار زیباتون. Thank you.
یارم به یک ماه پیروهن خوابیده زیر نسترن، ترسم که بوی نسترن خواب از تو بیدارش کنن، خواب از تو بیدارش کنن. هرچه گشتیم در این شب، هرچه گشتیم در این شب نبود اهل دلی، که بدانند همه دلتنگی و تنهایی بی فروغه، گریه من حقیقی و خنده من دروغه، روزایی که نیومدی با که چه حالی داشتم، مثل گذشته های دور کاش که دوستت نداشتم، کاش که دوستت نداشتم. Oh!
خیلی متشکریم الحق و بلانصاف که بنفشه خانم واقعا مثل اینکه شاگرد خلفی بوده برای خانم هنگام اخوان. یک بار دیگه براشون یه دست محکم بزنیم. مرسی. امشب حضور نویسنده و خبرنگار روزنامه ها و همچنین روزنامه نگار و گوینده آشنای اینجا هستند که اسم ایشون رو باید گذاشت بانوی سخن. ایشون خانم هما احسان هستند. در سنین نوجوانی در تلویزیون ایران و اطلاعات بانوان فعالیت خودشون رو آغاز کردن. مطمئناً اکثر دوستانی که در ایران بودند و برنامه اولین تلویزیون، تلویزیون آقای ثابت رو می دیدن، حتماً با چهره خانم هما احسان آشنایی دارن که ایشون برنامه های کودک رو اجرا می کردن. بعد از 3 سال ایشون نخستین سردبیر خبرگزاری پارس بودن. فعالیت‌های دیگرشون به ترتیب سردبیر روزنامه آیندگان، تأسیس گروه مطالعاتی هما احسان، مبتکر نخستین سمینار حقوق زن در برابر قانون که به تصویب قانون حمایت از خانواده انجامید، مدیر مسابقه دختر بهار و دختر شایسته و انتخاب بهترین بانوی سال، سرپرستی برنامه‌های کودکان و خردسالان و مجری برنامه خانه من شهر من و ابتکارات جالبی که در ضمن اون برنامه برای پاکیزه کردن و زیباسازی محله‌های فقیرنشین انجام دادن. در امریکا ایشان رادیوی 24 ساعته ایرانیان رو در اورنج کانتی تأسیس کردن. بندم با اجازتون مدتی افتخار داشتم که در این رادیو برنامه داشته باشم. از آثار نوشتاری ایشون کتاب فارسی و روش جدید تدریس فارسی و چندین کتاب دیگر مثل زن از نگاه آخوند و سراب، تکه گم شده تنها و چندین نمایشنامه برای کودکان که همگی چاپ شده و تعدادی از اشعار، سی دی و دی وی دی ایشان هم موجود هست در بیرون سالن. تمام اینها موجود هست، می توانید ابتیا بفرمایید. اخیراً بانوی شعر ایران زنده یاد خانم سیمین بهبهانی که با قلم تواناش اشعار جاودانه و نغزی سروده و با جرأت و قدرت خاصی در برابر ناملایمات ایستادگی کرده و البته تا ابد نام نیکویی از خودش به جا گذاشته و به خاطر حقوق انسانها به خصوص زنان بسیار فعال و مبارز بود، ما امشب یاد ایشون رو گرامی می‌داریم و از خانم هما احسان درخواست کردیم که راجع به ایشون و اشعارشون برای ما صحبتی بفرمایند و با اشعارشون ما رو مستفیض بفرمایند. خانم هما احسان، خواهش می‌کنم. بسیار بسیار متشکرم از دوست عزیزم خانم گلی عطایی و یارانشون که بخت سخن گفتن درباره سیمین بهبهانی رو امشب به من دادن. و پیش از آغاز سخن باید بگویم که حقیقتا به خانم گلی عطایی، دوست و همکار خودم و همکارانشان تبریک میگم که توانستن با کوششی مجدانه طی سالهای متمادی این ضیافت پرشکوه را همچنان پر رونق نگه دارن. من میدونم که این کار خیلی
ساده نیست و چه دشواری هایی داره و درود بر آنها که از پا نیفتادند. عرض کنم که سیمین بهبهانی از بین ما رفت. خب همه می رویم. بعضی ها می روند و اثرات چندان چشمگیری از خود به جای نمی گذارند. البته هر چیزی، هر شیعی، هر ذره‌ای در هستی و کائنات دارای تأثیر و تأثیراتی است و از خود چیزی می‌گذارد، چیزی می‌دهد و می‌گیرد. اما حاصل زندگی بعضی یک نمونه‌های جذاب و خوبی است از انسانیت و به خاطر ماندن و خیر و برکت و حاصل زندگی بعضی هم جز شیون و زاری و بدبختی دیگران نیست. بعضی ها هم که دیگه چندان بود و نبودشون مثل بنده فرقی نمی کنه. خانم سیمین بهبهانی دختر یک مادر ادب دوست، شاعر و توانا بود به نام خانم فخر عظما ارغون. فخر عظما ارغون در نوجوانی خودش شعر میگفت و یک شعری رو میفرسته در همان نوجوانی به یک مجله‌ای که مجله بسیار پررونقی بوده. البته ایشون نزد پدرش عربی رو هم خیلی خوب میدونسته، به عربی هم شعر میگفته و فرانسه هم خوب میدونسته و به فرانسه هم شعر میگفته و عضو یکی از مبتکرین و پا